سلام و وقت شما بخیر. هفت شب در تهران بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. بازتاب گسترده ویدیوی اختصاصی ایران اینترنشنال درباره مزاحمت یک روحانی برای یک مادر. دستیار رئیسی از دو قطبی ایجاد شده ابراز تأسف کرد. دادستان قم خواستار شناسایی عامل ارسال ویدیو به ایران اینترنشنال شد. ولی شجاعت اون ستا زن و اون خانومی که گوشی رو از دستش گرفت قابل ستایش بود. واکنش کم سابقه ایرانیان به برخورد یک روحانی با یک مادر. شهروندان از شجاعت زنان ایرانی تمجید می کنند و جمهوری اسلامی را دلیل نقض حقوق زنان می دانند. ازدحام در فرودگاه بین المللی تهران برای دریافت ارز مسافرتی. همزمان رسانه ها از محدودیت های جدید ارزی برای وارد کنندگان خبر دادند. همچنین در ادامه همین بخش خبری، هرچند ما ناامید نمیشیم، ما و جمعی از دوستانمون که این راه رو انتخاب کردیم مطمئنیم که زمین آزادی پر سنگلاخه، ولی حتما روزی خواهد رسید. ما هرگز به عقب بازی نمیریم. اعتراض نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر به محدودیت‌های حکومتی. تخمین محمدی میگوید به جای تن دادن به استبداد در کنار هم بیستیم و راه را بسازیم. خیلی خوش آمدید. واکنش‌های گسترده به ویدیوی ایران اینترنشنال از مزاحمت یک روحانی برای یک مادر در درمانگاهی در شهر قم ادامه داره. صبح امروز و پس از اون که برخی رسانه‌های اجتماعی وابسته به نهادهای امنیتی از بازداشت مادر معترض و مدیر و برخی کارکنان درمانگاه خبر دادن، دادستان قم با تایید پیگیری قضایی و تشکیل پرونده درباره این موضوع اعلام کرد کسی بازداشت نشده. بر اساس تصاویر اختصاصی که ایران اینترنشنال دیروز منتشر کرد، یک مادر در درمانگاهی در شهر قم به تصویربرداری مخفیانه یک روحانی از خود اعتراض می‌کند و پس از امتناع روحانی از پاک کردن تصاویر دچار حمله عصبی می‌شود. دادستان قم از تشکیل پرونده قضایی درباره درگیری در درمانگاه قم خبر داده. حسن غریب همچنین از صدور دستور برای شناسایی افرادی گفته که فیلم‌های دوربین مداربسته درمانگاه را به ایران اینترنشنال منتقل کردند. او همچنین از حمایت جدی دستگاه قضایی از حامیان حجاب اجباری و کسانی گفته که به تعبیر او شرایط و امر به معروف را رعایت می‌کند.
دستیار رئیس جمهور ایران در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در واکنش به انتشار ویدیوی مزاحمت یک روحانی برای یک مادر در درمانگاهی در قم از دو قطبی ایجاد شده ابراز تأسف کرده و گفته روحانی در این درگیری مرجعیت خود را از دست داد. سکینه سادات پاد همچنین این نوع برخوردها را باز تولید خشونت دانسته. یه کلیتی را باید بگیم، من متاسفم از این دو قطبی که ایجاد شده و این خیلی بده. ما مردم این که گفتم در واقع خشونت کلامی با هم دیگه داریم و این نوع مواجهات خیلی نازیبایی است که داره صورت میگیره. موزه کلی من حتما من اینو چون نمیدونم فیلم کامل نیومده از ابتدا چطور بوده. بله بله، ولی خب آره، ولی مثلا قبلش نیومده، صحبت های اون آقای روحانی نیومده، ولی بازداشتش که تکذیب شده، بازداشت خانم تکذیب شده. نه من دیشب دیدم این موضوع رو که دیگه درگیر برنامه بودیم و حتما باید پیگیری بکنم، در دستور کارمونه که پیگیری بکنیم این موضوع رو. بسیار بد بود، دو طرف با هم با خشونت حرف میزدن. اینا باید ببینید منطقا مبنیان و مبنایان میخواییم با هم حرف بزنیم. یعنی چی؟ یعنی این که بر مبنای مبانی عقلانی و شرعی، اخلاقی، حقوقی، عرفی طرفین را ما باید مثلا نباید به سمت یک طرف فقط قش بکنیم. طرفین با هم دیگه مواجهه نازیبایی داشتن، دو طرف. خب به هر حال حتما باید شرایط اون مادر، ما مثلا ما خانم ها بیشتر درک میکنیم. یعنی مثلا من نگران بچه‌م، استرس دارم و خب یه مقدارش قابل توجیه باشه اون مواجهه ایشون و پرخاشگری ایشون، البته یه مقدارش ها، خیلی نه. ولی چه شده که ما حتی مثلا اون روحانی طلبه میخواد امر معروف نهی از منکر بکنه، خب به هر حال چرا مثلا به قول شما عکس میگیره، فیلم میگیره اینا و چطور مواجهه ای داشته که اون مرجعیت خودش رو از دست داده و پرخاشگری در مقابلش انجام میشه؟ اینا نیاز به آسیب شناسی های جدی داره، اینا برای من مهمه. حالا دیگه بیرونش، یعنی اون ریشه ها باعث شده این بشه بیرونش، این فیلم نازیبا بشه بیرونش، که قطعا من مواجهه دو طرف رو بهشون نقد دارم. من توییت اولمو که گفتم حاکمیت قانون، پایبندی به قانون، خواستم فصل مشترک همه ای ما قانون باشه، بعد بشینیم در موردش حرف بزنیم با هم دیگه. ما بالاخره مردمی هستیم که نه یه روزه با حجاب شدیم نه یه روزه بی حجاب شدیم، اینو باید بپذیریم. ما مردمی هستیم حرف مشترک خیلی با هم داریم. این در واقع موضع من قطعا رد این نوع مواجهات هستش و این تقابله رو خود مقام معظم رهبری که دارن کرارن دارن میگن، چه به نماینده های جدید هم حتی فرمودن که شما در واقع تولید خشونت نباید بکنیم، مثلا با نوع حرفی که داریم میزنیم و نوع مواجه همون و امر به معروف نهی از منکر که طیف مختلف ابعاد اجتماعی رو میتونه از امر به معروف من مسئول گرفته که تو داری اشتباه میری، خطا میری، این کار رو که میخوای برای من شبن، تا برسه به همه مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، شامل همش میشه. ولی ما به نظر میرسه که یک مقدار برای شیوه مواجهمون هم حسین غازیان جامعه شناس میگه حکومت پایگاه اجتماعی خودش را از دست داده و به دایره مخالفان هر روز افزوده میشه. من فکر می‌کنم برای همه تقریبا روشنه که حکومت پایگاه اجتماعی خودش را از دست داده و نه فقط از دست داده، عده زیادی رو در مخالفت با خودش برانگیخته و این مخالفانی که عدهشون رو به زیاد هست کم کم یک نوع همدلی بین خودشون احساس میکنن. حالا شما از دلیلش میپرسید، به دلیل اینکه احتمالاً حکومت جلوی زندگی ایستاده، یعنی اون مردم میخوان زندگی عادی خودشون رو اونطوری که مایلند انجام بدن. اونا لزوماً نخواستن از آغاز مخالفت سیاسی بکنن، اونا خواستن اونجوری که مایلن زندگی کنن، اما حکومت بهشون میگه شما باید اونجوری زندگی کنید که من میپسندم و افراد وفادار و همراه من میپسندن.
بنابراین ناخودآگاه این مردم در هر لحظه زندگی خودشون، از موقعی که پا از در خونه بیرون میذارن تا موقعی که به درمانگاهی میرسن که مادر میخواد به بچه شیر بده، روبروی حکومت میستن یا حکومت روبروی زندگی اونها میسته. بنابراین اونا هر لحظه با حکومت درگیرن و این درگیری همه زندگی رو داره پر میکنه و بنابراین مردم به این نتیجه رسیدن که این حکومت جلوی زندگیشون رو گرفته و از این بابته که نوعی همدلی احساس میشه. دیگه اینجا مسئله سیاسی و موافقت و مخالفت سیاسی آدم با هم دیگه جایی نداره، چون همه احساس میکنن حکومت در یک چیز با اونا مخالفه و اونم اونجوریه که اونا میخوان زندگی کنن، گیرن اونجوریه که اونا میخوان زندگی کنن با هم فرق داره، ولی در این مشترکن که همه اونها زندگیشون رو به گونه حکومت جلوش ایستاده و میخواد هر روز با اونها در بیفته و اونا هم عملا هر روز به مخالفان سیاسی بدل شدن، کم کم دارن با هم همدل هم میشن. همکاران من در بخش رسانه‌های اجتماعی از شما پرسیدن چه چیزی باعث میشه روحانی قومی بابت حجاب مزاحم زنی در درمانگاه بشه؟ پاسخ‌های بسیاری از شما دریافت کردیم، بعضی از صداهای شما رو بشنویم. ولی یه چیزی که مهم بود اون تو اون ویدیو هم دیدم، اینم اون بود که اون همه مرد که اونجا بودن هیچ کدوم جرأت نداشتن به اون روحانی نزدیک بشند، ولی شجاعت اون سه تا زن و اون خانومی که گوشی رو از دستش گرفت قابل ستایش بود. ببینید اینها واقعا این انقلاب برای زن هاست، این انقلاب برای زن زندگی آزادی است. رفتارش زشت و ناشایست این روحانی عمل کرده ما اینه که ما در برابر این جانورا که ساکت بدیم، تا زمانی هم که ما ساکت باشیم اینا روز به روز وحشیتر و وقیتر میشن. من نمیدونم مردم کی میخوان به خودشون بیان. بابا دیگه بس دیگه، چقدر آخه؟ به نظر من بی صاحب بودن مملکت و هرج و مرج بودن مملکت، هر آخوندی به خودش اجازه میده که با یه خانومی که بچهش مریض بوده این رفتارا بکنه. متاسفم برای مسئولین کشور و کشورم که دست یه عده بی سواد افتاده. بسیار ممنونم که همچنان ایران اینترنشنال رو تماشا میکنید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. بازتاب گسترده ویدیوی اختصاصی ایران اینترنشنال درباره مزاحمت یک روحانی برای یک مادر، دستیار رئیسی از دو قطبی ایجاد شده ابراز تأسف کرد. دادستان قم خواستار شناسایی عامل ارسال ویدیو به ایران اینترنشنال شد. ولی شجاعت اون سه تا زن و اون خانومی که گوشی رو از دستش گرفت قابل ستایش بود. واکنش کم سابقه ایرانیان به برخورد یک روحانی با یک مادر، شهروندان از شجاعت زن ایرانی تمجید می کنند و جمهوری اسلامی را دلیل نقض حقوق زنان می دانند. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، هاکیس بانک مرکزی محدودیت های جدیدی را در بازار ارز به اجرا گذاشته. بر اساس این اطلاعات فعالیت برخی از صرافان محدود شده و بانک مرکزی سعی داره با تزریق روزانه ارز به صرافان معتمد روزهای پایانی سال رو با کمترین نوسان قیمتی سپری بکنه. تزریق دلار به بازار و عرضه درهم در مرکز معادله از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز. در پی رکوردشکنی‌های قیمت طلا و ارز، رئیس پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت ده‌ها دلال ارزی خبر داد. حسین رحیمی گفته که امسال بیش از 50 مورد عملیات علیه دلالان ارزی و کسانی که در معاملات فردایی فعالیت می‌کنند انجام شده. او مدعی شده دشمن در حال برنامه‌ریزی برای به هم ریختن بازار ارز و با نزدیک شدن به پایان سال احتمال افزایش نرخ ارز وجود داره. والا جمهوری اسلامی کاری کرده که ما مسافرت نمیریم که بخوایم ارز مسافرتی بگیریم.
مسافرت که تالما نرفتیم، پولی نیست که بخریم مسافرت، درآمدی نداریم که مسافرت بخریم بریم. اینم سوالتون رو جواب بدم، اگه داشتیم میرفتیم مسافرت یه حال هوای عوض میکردیم، از این بحران میمادیم بیرون. اما متاسفانه کسی نداره بر مسافرت، اونم که داره واقعا شاید باشه که نفتی باشه یا باشه اداری باشه پدرش، و الان کسی تالا بطور چند سال نرفتیم مسافرت، شاید دروغ بگم نداریم بخوریم بریم مسافرت. نمیدونم خندم میاد، نمیدونم چی بگم. سلام، خسته نباشید. چه مسافرتی؟ دردمون درد اینه که حقوقای جو واریز نکردن، دمیت حقوقامون رو واریز کنم، با هزار بدبختی بدهیامون رو به سوپرمارکت و بقال محله و سر قصابی محلمون پرداخت کنیم. خندم چریم الان فکر مسافرت باشم. مسافرت خیلی وقت از خونه ما رفته، زیر سایه ناخوندهای عزیز، این اختلاسگران، این دیکتاتوران. خندم از دیوانگی بگران، ادارم اعصابم هم خورد میشه. یه مرد باید جریه کنه. حالا به فشار مسافرت باشم. روزنامه هم‌میهن از سهمیه بندی ارز برای واردات خبر داد و نوشت به برخی تجار اعلام شده درخواست تخصیص ارز اونها به دلیل اتمام سهمیه ارزی رد شده. این روزنامه نوشته این کار بدون اعلام قبلی انجام شده و به نظر میرسه بانک مرکزی به دلیل کمبود ذخایر ارزی این موضوع رو به وزارت سمت ابلاغ کرده. به نوشته هم‌میهن این موضوع موجب سردرگمی وارد کنندگان شده و بعضی از کالاهای وارداتی در گمرک در انتظار تخصیص ارز دپو شده. در مورد مشکلات دریافت ارز مسافرتی پیام‌هایی از شما به ما رسیده که با هم میشنم. فکر می‌کنم که این مربوط میشد به پیام‌هایی که شنیدیم. عذرخواهی می‌کنم، هم اکنون صحبت میکنم با لیلی خامنه، روزنامه نگار اقتصادی که از فرانکفورت به ما پیوستن. سلام میکنم به شما خانم خامنه. دلایل بروز این وضعیت آشفته در تخصیص ارز مسافرتی چیه؟ سلام، عرض ادب. ببینید، اگر که بخوایم از مهمترین دلیلش صحبت بکنیم، مهمترین دلیلش همون سیاستگزاران و دولتی هستش که متاسفانه میبینیم که این وضعیت رو ایجاد کرده. حالا در سایه چه هست؟ در سایه این هست که خب پیش بینی کرده دم عید هست، حالا مردم میخوان برن مسافرت. بر اساس برآوردهایی که از سوی خود رسانه‌های داخلی منتشر شده، سال گذشته نوروز 1402 350,000 نفر سفر خارجی داشتن. حالا دولت مردان و تصمیم گیرندگان اومدن گفتن برای اینکه اگر تخمین بزنیم این تعداد امسال هم میخوان برن به مسافرت، از هفت اسفند اومدن ارز مسافرتی رو بیشتر کردن، و این در حالیه که برای اینکه از 500 به 1000 برسونن، به 1000 دلار برسونن، باید 175 میلیون دلار بیشتر در بازار تزریق می‌کردن، و این خودش یک باری رو بر روی دوش دولت گذاشته. اما از سوی دیگه باید این رو بدونیم که در حال حاضر خیلی اخبار و گزارش ها وجود داره که همه مردم الان به خاطر اینکه از این امتیاز برخوردار بشند، خب میدونیم وضعیت اقتصادی به چه صورت هست و مخاطبان شما هم گفتن که واقعا همه هم نمیتونن به این مسافرت برن. حالا افراد خاصی که میخوان در با این ارز به مسافرت برند، اصلا قصد از این دلارها استفاده بکنن، تعدادشون شماریشون اصلا تصمیم ندارن به سفر برن، و یک مدلی از سفرهای ایجاد شده به نام سفرهای سوری که افراد پروازهای ارزون قیمت میخرن، ارز رو در فرودگاه میگیرن و دیگه اصلا به سفر هم نمیرن. اما به هر روی اگر که بخوایم دلیل اصلی رو بگیم، دلیل اصلی خود دولت مردان، خود تصمیم گیرندگان و حکمرانی هستش که سالهای سال نه با این دولت، دولت‌های قبل نتونستن در بازار دلار مدیریت خوبی رو اعمال بکنن. خانم خامنه، چقدر حالا تصور میکنید که این سیاستی که پول تزریق کنن به بازار، برخوردهای امنیتی بکنن، دلار تزریق بکنن، چقدر میتونه جلوی افزایش قیمت دلار رو بگیره؟ ببینید، از تجربیات سالهای قبل بگیم، سلطان دلار، سلطان سکه، سلطان، همش سلطانهایی رو درست میکنن، بگیر و ببندهایی رو ایجاد میکنن. همون موقع هم که ما خبرنگار اقتصادی در ایران بودیم، بارها و بارها شاهد دستگیری ها بودیم، ببندها بودیم، همه اینها در بازار میرفتن میگرفتن، هیچ کدام از اینها تا به حال اثری نداشته. و آنچه که در اخبار هم اومده و شما هم ذکر کردین، الان وارد کنندگان بهشون ارز تخصیص پیدا نکرده، در
در حالیه که میبینیم دولت داره همینطوری ارز پاشی در بازار میکنه و از ذخایر خرج میکنه، در حالی که واقعا تبعات این که به یک وارد کننده ارز تخصیص نمیده رو اصلا نمیبینه. چرا؟ چون اصلا براش مهم نیست که یک وارد کننده ای که خب بالاخره اعتباری داره از فروشنده یک چهره ای داره اون رو از دست میده، و به این ترتیب هست که ما میبینیم یه همچین وضعی رو پیش میاره و هیچ وقت هم بازار کنترل نشده. خیلی ممنونم از توضیحاتتون خانم خامنه. لیلی خامنه، روزنامه‌نگار اقتصادی. تهمینه محمدی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر، میگه به جای تن دادن به استبداد در کنار هم بایستیم رو راه بسازیم. محمدی ویدیویی از سخنرانی اعتراضی خودش رو هم در اختتامیه دهمین دوره جشن ادبیات نمایشی در اینستاگرام خودش منتشر کرده. این کارگردان تئاتر نوشته اگر توانستید با حجاب اختیاری بر صحنه بروید، اگر نه شما با جعل بدن زن، جعل جامعه، جعل حقیقت فقط یک جاهل هستید نه یک هنرمند. محمدی ایستادگی نکردن را همزیستی اخلاقی با ظلم و کشتار خواند. طبیعتاً راهکار اینه که ما کاری که داریم الان میکنیم، متن‌هامون رو بدون سانسور با PDF در فضای مجازی میذاریم، اجراها رو به پارکینگ ها، انبارها، خانه ها، سوله ها بردیم. ما دیگه نیاز به بازبینی، بازخوانی و سانسور و ممیزی عده‌ای نداریم که هرگز واژه رو نمیشناسند، هرگز حقیقت رو نمیشناسند. و این که آزادی امکان خود بودن، امکان خود شدن، و ما این رو از دست دادیم. ما نسل تباه شده ای هستیم در تئاتر و در هنر. هرچند ما ناامید نمیشیم، ما و جمعی از دوستانمون که این راه رو انتخاب کردیم مطمئنیم که زمین آزادی پر سنگلاخه، ولی حتما روزی خواهد رسید. ما هرگز به عقب بازی میگردیم، زمین برگشت لغزنده و پر از خونه. دوستان ما هنوز در بند هستند و ما تا زمانی که آزادی به معنی واقعی کلمه، آزادی اندیشه، قلم و بیان و آزادی پس از بیان وجود نداشته باشه به صحنه باز نخواهیم گشت. ما چراغ تئاتر رو به این شکل روشن نگه داشتن باور نداریم. تا زمانی که من نمیتوانم دردهای جامعه، حقایق جامعه رو بی پرده و بی ترس از سانسور، بی ترس از حذف شدن، بی ترس از فراخوان دادن و صحنه ببرم، به نظر من اون تئاتر شوخی بیش نیست، فریب و خود است. من به ارشاد احضار شدم برای اینکه چرا اصلا این متن رو نوشتم و اشکال کار کجا بود. متن فمینیستیه و در این کشور فمینیست بودن از فاشیست بودن خطرناکتره. روزی تبر وارد جنگل می شود، درختان می گویند نگاهش کنید. دسته تبر یکی از ماست. کاش درخت جوان آزادی ما به درخشد و ما هیچ کدام برایش تبر نباشیم. روزنامه هم‌میهن در گزارشی درباره حاشیه‌های حضور دو چهره پرمخاطب اینستاگرامی در نمایشنامه‌خوانی آدمخوارها نوشت درد اینجاست که حضور این افراد در سینما و تئاتر در حالیه که بسیاری از بازیگران توانمند کشورمان خانه‌نشین هستند. در این گزارش اومده واقعیت اینه که امروزه عرصه فرهنگ و هنر به همان اندازه‌ای که برای بزرگان این عرصه و به اصطلاح خاک خورده های صحنه و استخوان خورد کرده ها تنگ شده، برای میان مایگانی که یک شبه و از طریق بلاهت در فضای مجازی به شهرت رسیدن گشاد است. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، میگه حضور سلبریتی های اینستاگرامی دلیل خانه نشینی هنرمندان نیست و این موضوع حاصل کار حکومت و نهادهای امنیتی و نظامی است. اگر مثلا بهرام بیضایی مهاجرت کرده، اگر علی رفیعی کار نمیکنه، اگر حتی در واقع کارگردانان جدیدتر نمیتونن اثری روی صحنه بیارن، که به خاطر حضور این سلبریتی های اینستاگرامی نیست. شما ویدیوی خانم تهمینه محمدی رو پخش کردید، مسئله سانسوره. من فکر میکنم بخشی از این اعتراض ها که انجام میشه، من دیدم بعضی بازیگران تئاتر هم میگن این قداست صحنه
رو در واقع خدشه دار کرده، ممکنه به لحاظ حرفه‌ای یا صنفی درست باشه ولی به لحاظ اجتماعی و اخلاقی درست نیست، به خاطر اینکه دلیل اصلی حکومتیه که 40 و چند ساله داره سانسور رو اعمال میکنه، هی بدتر شده و از طرف دیگه در واقع تعداد زیادی از اینها که خانه نشینن، هنرمندان در عرصه‌های مختلف، در واقع حاصل کار حکومته، حاصل کار نهادهای فرهنگی و امنیتی و نظامیه و به نظرم یه مقدار تقلیل دادن ماجراست که اگر ما فقط بگیم که خب حالا اینها اومدن هنرمندان خانه نشین شدن، هنرمندان اصیل، بخشی از این هنرمندان اصیل دقیقاً به دلیل اینکه مخالف وضعیت موجود هستن نمیتونن کار کنن علارغم میلشون و عده‌شون هم خودشون تصمیم گرفتن که کار نکنن. بنابراین به نظر من اینکه ماجرا رو به این برسونیم که حضور اینها عرصه رو تنگ میکنه برای در واقع افراد با سابقه عرصه تئاتر، آدرس غلط دادن و حداقل این شکلیه که همه واقعیت رو بیان نمیکنه. علی مصلح بود، منتقد سینما. خیلی ممنونم که همراهی کردید بنده رو اینجا در ایران اینترنشنال. همراه ما بمونید تا دقایق دیگه کاملیا پورکتابی اینجا خواهد بود با بخش اقتصاد بازار. خبرهای اقتصادی رو همراه شما خواهد بود. وقت شما بخیر.